بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید و در ایام سوگواری بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با شرکت در مجالس عزاداری یا حتی برپایی مجالس سوگواری برای اولین شهیده ولایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مطهر و نازنین امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف رو تسکین داده باشید. افتخار داریم با برنامه سرزمین عشق یک بار دیگه در کنار حرم باصفای آقا عبدالله حسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مهمون کانون گرم و صمیمی خونه های شما باشیم و انشاءالله در قالب این برنامه دو تحفه ارزشمند رو برای شما به ارمغان بیاریم. اول از همه دیدار زنده عتبات مقدسه حرم مطهر و منور آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام آقا قمر منیر بنی هاشم و تحفه دوم کلام اهل بیت عصمت و طهارت که در قالب مبحث و بحثی که این شبها در پیش گرفتیم انشاءالله راهگشا و نورانی کننده مسیر زندگی ما باشه. اجازه بفرمایید در ابتدای بحث خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ غلام رضا سلطانی شاهرودی عرض سلام و ادب داشته باشم و با حضور ایشون انشالله برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون میکنم. حضرت سلطانی سلام عرض میکنم خدمت شما و عظم الله اجورکم. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورکم و اجورنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. اللهم الانهم جميعا بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و ادب دارم بنده خدمت شما دوست گرامی و همه بینندگان عزیز و عاشق اهل بیت و عاشق بین الحرمین که نظارگر برنامه هستن و الان چشماشون به صفحه‌های گیرنده است و میدونم بیشتر از این شبها اینکه شاید نگاهشون به ما باشه، نگاهشون به این گنبد زیبا باشه و این حال هوایی که پیدا کرده بین الحرمین. من امشب یه جمله برای دوستان فرستادم که کربلا بار دیگه رنگ سرخ به خودش گرفته، اما این بار نه از خون گلوی ابا عبدالله که از خون پهلوی فاطمه زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت دارم این ایام رو به محضر مولامون سرورمون آقا حجت ابن الحسن العسیری ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و همه شیفتگان از زهرا سلام الله علیها در خدمتتون هستیم. خدا حفظ بکنه خدمت از ماست. به روی پا بایستیم، عرض ادب بکنیم و انشاءالله بعد از اون وارد بحث بشیم. بفرمایید. یا الله السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار
السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولعمير المؤمنين وللعزن والحسين. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليك يا ساقي العطاشا. السلام عليك يا من وفى ببيعته. السلام عليك يا عباس بن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. در این شبها اگر بیننده برنامه سرزمین عشق بودید، حتما متوجه شدید که مسیر شناخت و معرفت خدای عزوجل، معرفت و شناخت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، معرفت و شناخت ائمه اطهار علیهم السلام، از طریق شناخت انسان برای ما در حقیقت مطرح شد و با طرح این موضوع تصمیم گرفتیم با نگاهی به خود، با نگاهی به انسان، این اشرف مخلوقات، مسیر رسیدن به معرفت خدای عزوجل رو طی بکنیم و از همون مجرا در حقیقت اهدافی که خدای عزوجل یا هدفی که خدای عزوجل از خلقت انسان مطرح میکنه در قرآن کریم، یعنی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رو پیش بگیریم و در همین مسیر به معرفت امام و حتی معرفت امام زمان برسیم. خب بحث از ابتدای خلقت شروع شد و دو قوه، دو نیرو، دو انرژی یا حالا هر اسم دیگه که بخوایم روش بگذاریم، دو ضد و نقیض، دو نیروی قدرتمند متضاد یکدیگر رو خدای عزوجل در وجود انسان قرار داد و در جلسه قبل راجع به تعارض، تضاد و مبارزه این دو نیرو در طول عمر انسان با همدیگه صحبت کردیم. اجازه بفرمایید امشب بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که خب خدای عزوجل به حکمت خودش که کار عبث و بیهوده انجام نمیده، سبحان الله، از اینکه کاری رو عبث و بیهوده انجام بده، وقتی که این دو نیروی قدرتمند ضد و نقیض رو در کنار هم در کالبد انسان و در وجود انسان قرار داد، برای کنترل ارتباط بین این دو نیرو چه قوانین، چه احکام و حتی چه ابزاری رو قرار داده؟ این سوال باشه مطلع این بحث برای امشب، تا انشاءالله در ادامه بحث باز هم اگر سوالاتی بود از خدمت استاد گرانقدر حاج آقای سلطانی شاهرودی بپرسیم و استفاده کنیم. حاج در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک خلاصه من از این سه چهار شب، اگر عزیزی از امشب بله بیننده برنامه ها شده، من یه خلاصه در عرض دو سه دقیقه عرض کنم که خداوند موجودی رو همجور شما فرمودید به نام انسان خلق میکنه، موجودی رو که در کنار دو موجود دیگه به نام فرشته که کاملا معنویت کامل و در کنار این طرف یک موجودی به نام حیوان که تمامش غریزه خالص، خب این دو رو ممزوج میکنه
به قول ماها یا به قول امروزی ها حالا میکسش میکنه به قول امروزی ها، چیزی به نام انسان، مخلوق به نام انسان خلق میکنه، مخلوقی که هم درش یک سری ارزش ها رو خداوند نهادینه کرده، ارزش هایی هم که عرض کردیم اصلا ربطی به دین و آیین و این هم نداره، چون همه در همه ادیان حتی بی دین ها عدالت رو میپسندن، ظلم رو تقبیح میکنن، دزدی رو تقبیح میکنن، کمک به هم نوع رو میپسندن، اینا در وجود همه هست. بله. در مقابل در کنار اینا یه سری امیالی هست که این خواسته هم در وجود انسان قرار داره و انسان میل میکنه به سوی اینها و میخواد، لازمش اصلا باید باشه، اگر این امیال رو اشباع نکنه نمیتونه زندگی بکنه، منتها باید راه درستش رو پیدا بکنه. گاهی وقتا اینها در تعارض قرار، نه بیشتر وقتا، یه وقتیه که میگم دیشب عرض کردم مثلا یک غذای خیلی خوب میخواد اما پول نداره، میله، غریزه خوردن، یک غذای خیلی عالی میخواد اما پول نداره، خب از اون طرف ارزش ها به اون میگه دزدی بده، خب میلش میگه بگیر میخوام، ارزش میگه نکن دزدی نکن چی کار کنم، این وسط گیر میفته، جنگ میشه، دعوا میشه، کشمکش ها واقعا جنگ و دعواست. بله. واقعا جنگ و دعواست. این که گاهی میبینید انسان زیاد پیش اومده که انسان تو زندگیش سر یه جاهایی یه دوراهی هایی قرار میگیره، این کار رو انجام بدم انجام ندم چه کار کنم، از یه طرف میخوام، از یه طرف بچه‌م غذا میخواد، از یه طرف بچه‌م مریضه داره بالبال میزنه جلوم، از یه طرف پول ندارم چه کار کنم، خب این چه کار کنم، میمونه انسان، خب بچه‌مو نبرم دکتر، خب از بین میره، دکتر ببرم یه پول میخواد، پول ندارم، خب برم دزدی کنم، برم رشوه بگیرم، برم ربا بگیرم، چه کار کنم، خب ارزش ها بهم میگه، خب این جدال میفته، اون موقع این جدال رو عرض کردیم کسانی تو این جدال، اون موقع هر کدوم از اینا، این امیال و این ارزش ها یه سری تسلیحات دارن، یه سری تسلیحات دارن، امیال یه تسلیحاتی داره مثل هرس، آز، طمع، کینه، حسادت، دروغ، اینا سلاح امیال هستن، سلاح امیال هستن. ارزش هم یه سری سلاح دارن مثل نماز، صدقه، دعا، این هم سلاح هن. خب حالا این وسط هر کسی سلاح اون گروه رو تو خودش این اون سلاح قوی تر باشه، خب برنده از مسلمه، اون یکی رو در هم میکوبه. خب حالا پس حرف اینه که این غرایز در وجود ما هست، خب حالا ما میخوایم این سلاح رو، این سلاح ارزش ها رو تقویت کنیم، چیکار کنیم؟ یه سری سلاح داره امیال که عرض کردیم مثل حسد، کینه، نفرت، دروغ، حقد، حق بازی، اینا تمام سلاح امیالن. خب حالا ما چه سلاحی برای این ارزش ها، این سلاح هامون چجوری تقویت بکنیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه بشیم، بیاین آماده باشیم از نظر عده و عده سلاحمون رو چنان تقویت بکنیم که تا خاص امیال ما شلیک کنه طرف ارزش ها، نشانه گیری بکنه یا به قول امروزی یا نقطه زنی بکنه ارزش های ما رو، سریع
دفاع بکنه، او حالت دفاعی خودش رو بگیره و با سلاح نیرومندتری جواب امیال رو بده. خب با این سلاح، حالا خب این سلاح ها چی هن؟ چی میتونه این سلاح ها رو تقویت بکنه؟ این سلاح هایی که مثلا عرض کردیم مثل دعا و صدقه و نماز و اینا کدوم؟ خب یه وقت انسان اصلا به یه جایی میرسه دیگه انقدر اصلا از نماز دیگه به نماز اهمیتی نمیده، خب سلاحش ضعیف میشه، به دعا دیگه اهمیتی نمیده. لذا ما داریم آقا عرضم بزرگ فکر کنم پیغمبر اکرم باشه یا امام صادق علیه السلام باشه، امام رضا علیه السلام فرماد علیکم به سلاح الانبیا، از امام رضا علیه السلام، علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باد که خودتون رو با سلاح انبیا تقویت بکنید و مسلح بکنید. قیل و ما سلاح الانبیا، که سوال میکنه سلاح انبیا چیه؟ قال الدعا، امام رضا علیه السلام فرماد سلاح انبیا دعاست، اون سلاحی که ابراهیم خلیل الرحمن در مقابل نمرود با اون قدرت طوفانیش میسته، اون آتشی که میگن درست کردن که چند مایل در چند مایل هیزم ریختن، بابا یه نفر میخوای بسوزنی مگه چقدر هیزم میخواد؟ یه تن درخت خورد بکنی مگه یه نفر بیشتر، یک انسان رو میخوای بسوزنی مگه بیشتر میخواد؟ و اما قاعدش اینه، نوعاً تواقی طاغوت‌ها وقتی میخوان یک جنایتی مرتکب بشن خودشون تنهایی نمیکنن، میارن دست همه رو میذارن تو گل که فردا روز اگه حرف زدن یا یه عده پشیمون شدن بگه خودتونم بودید، شما بودید چنان تو بودی، خودت بودی، تو هم پول گرفتی اومدی. لذا نمرود گفت همه هیزم بیارید، همه اووردن، همه اووردن، هیزم اووردن، خب حالا یک نفر. این آقا در مقابل اون نمرود انقدر قوی، چه سلاحی داره؟ یا سلاحی که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام در مقابل فرعون با اون عده و عده میسته چیه؟ و همینجور و قص علی هازا بیه تا انبیا. خب که فرمود دعا، دعا سلاح. پس ببینید حالا این سلاح ها چجوری تقویت میشن. یک سری عواملی رو ما میخواییم بپردازیم تا شاید نمیدونم 4-5 شبی ما توی این عوامل بمونیم، اما بگیم هرچند این عوامل خوبه بله، اما اون قدرت اصلی ما جای دیگه است که حالا بعد از 4-5 شب دیگه. لذا من خواهش میکنم از دوستانی که بحث رو پی میگیرن این 4-5 شب خوب دقت کنن تا برسیم به اون گل بحث که اونجا دیگه اون سلاح اصلیه، اونجا اون دیگه به قول امروزی ها پرده برداری بشه و اون ماده انفجاری اصلی، اون خرج انفجاری اصلی، اون خرج اصلی انفجاری اون رو بگیم. ببینید چند تا عامل اینا رو گفتن که در مقابل کنترل انسان خب اینها مؤثره. یکی علم، من حالا یه فهرستوار بگم از انشالله بعد شروع میکنیم یکی یکی جلو میریم، یه فهرستی بگم: علم، وجدان، تربیت، قانون، امر به معروف و نهی از منکر، ایمان قلبی و عقلی. خب حالا اینها اجمالا گفتن عواملی هستن که میتونه انسان رو اون سلاح ها رو تقویت بکنه که انسان بتونه در مقابل اسلحه های امیال بیسته و مقاومت بکنه. حالا اولین سلاح علم، ما میایم بررسی کنیم علم رو چقدر این
علم، به قدرت دفاعی ما در مقابل امیال و تهاجم امیال اضافه میکنه. علم ببینید، اولا که دین مقدس اسلام، ببینید ما ببینید چه سفارشاتی، ارزش علم رو ببینید چی. امام صادق علیه السلام فرماد الناس ثلاثه، عالمون، متعلمون و رعا. مردم سه دستن، یا اهل علمن، عالمن، یا متعلمن، دنبال علمن، بله، یا اگر جز به این گروه نباشن رعا، نفهم هستن. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه معروفی که به کمیل، به کمیل ابن زیاد، همین کمیلی که دعای کمیل معروف آقا به ایشون تعلیم دادن، همین دعای کمیلی که شبهای جمعه میخونیم، در اونجا میفرماد یا کمیل الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همج رعا. مردم سه دستن، یا عالم ربانی، یا متعلم، اونی که در حال یاد گرفتن علم هست که این در راه نجات، در مسیر نجات قرار گرفته، بله، و سوم همه جون پشه های، حالا این دیگه اضافه کرده اون رعا و نفهم رو آورده سر پشه ها، پشه هایی که خودشون نمیدونن، پشه هایی که اینها شبه ها میان وزوزی میکنن، اذیتی میکنن، اما مخ، نه طوفان، نه باد، نه مختصر نسیمی که بیاد این پشه ها میرن. یعنی قدرت ایستادگی در مقابل یک باد، یک نسیم ملایم رو هم ندارن. یه شعری نمیدونم یادتون هست یا نه، سوم راهنمایی میخوندیم که مریدان به همت، یادم رفت الان، همی یادم آید ز عهد صغر، که عیدی برون آمدم با پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. که میگفت حالا بچه ای با باباش میرفته، عرضم به حضور شما، تو بازار دست باباش ول میکنه، گم میشه، بعد فریاد میزنه، باباش میاد گوش رو میگیره، و این پسر هاجواج بوده که پدر در این میگه مریدان به همت ز طفلان کمن، مشایخ چو دیوار مستحکمن. اونایی که دنبال روان، اونایی که مریدند، مریدند. ببینید این ازم باز اشتباه نشا، یه جاهایی ما واجبه برامون این که بریم از یک نفر تقاضا بکنیم که به ما یاد بده و دنبال رو باشیم. یه جاهایی اینی که مثلا یه جای واجب ما بیام زیر پرچم امام حسین سینه بزنیم، یه جایی مسئله علمی، مسئله دینیمون واجبه بریم از مجتهد جامع شرایط بپرسیم، یه جایی از واجب ما مسئله پزشکیمون رو بریم از یک پزشکی متخصص بپرسیم. اینها چیز بدی نیست، بله. اما اینکه انسان تو زندگی اجتماعی خودش، هر روزی تو اعتقادات خودش، هر روزی به یه طرفی میل کنه، یعنی یه دیوار اعتقادی محکمی برای خودش درست نکنه، مبناش این باشه کجا تنور داغ‌تره اونجا بره نونو بزنه. همون فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمودن ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یعطونه ما طرت معایشهم، همش دنبال این باشه که فقط معاششو، حالا یه روز
این دیگه براش فرقی نداره، از راه دین یه روز میبینه بازار دین گرمه، میاد از بازار دین نون میخوره. یه روز بازار شراب فروشی اگه بتونه از اونجا نون بخوره، از بازار شراب فروشی میره نون میخوره. یه روز آقا اگر این میگه، اگه میگه بازار بازار، حالا مثلا بیای شعر مدداهی و قرآن خوانی خوبه، الان خیلی داغه، قرآن میخونه. یه روز اگه آواز خوانی باشه میره آواز خوان میشه. اینها رو عرض میکنم که هر همه جرعا به هر بادی میل میکنن، این طرف اون طرف. یمیلون امیر المؤمنین در نهج البلاغه هم داری، یمیلون مع کل ری، با هر بادی میفتن یه طرف. یه روز اینجا سینه میزنن، یه روز اونجا سینه میزنن، یه روز اون طرفن، یه روز این طرفن. تکلیفش با خودش مشخص نیست. لذا چرا؟ چون میگه عالم نیست، علم نداره، دانش نداره. چون انسان ها رو سه دسته کرد امیرالمؤمنین، یا عالم، بله، یا متعلمی که در مسیر نجات قرار، یا اگر عالم نباشه دنبال یاد گرفتنم نباشه، اون بیچاره ای که هر روزی باید در یه خونه ای گدایی بکنه. آقای سلطانی فرمودید یکی از عوامل کنترل انسان در بین در حقیقت تقابل این دو نیروی غریزه و در حقیقت ارزش ها، یکی از این عوامل علم هست. این چه علمی؟ آیا علم شیمی، فیزیک، علم نجوم و علم دیگه مد نظرتون هست؟ این راجبی کلمه علم بازو حالا ما الان میخوایم برسیم. شما الان یه خورده به قول معروف گفت یه خورده از من یه دو سه پله جلوتر رفتی عزیزم. خواهش میکنم، ما داریم یکی یکی این پله ها رو میخوایم برسیم. بسیار عالی. عرضم به حضور شما که ما همه مباحث رو داریم. اولا که ببینید موضوع علم یعنی دانایی. علم رو یه وقت در مقابل جهل قرار میدن. علم دانایی، دانستن. که انسان دانایی یعنی چی؟ جاهل نباشه. چون انسان جاهل فرمود الجاهل اما مفرط او مفرط، جاهل یا تند میره یا کند میره، هیچ وقت معتدل نیست. خب ما یه وقت علم رو در مقابل جهل رو در مقابل علم میذاریم، یه وقت جهل رو در مقابل عقل میذاریم، که حالا هر دو هم صحیحه، هر دو هم صحیحه. حالا ما علم چه علمیه؟ به یه تعبیر ببینید، یه روایتی شما حالا بحث من رو بردید یه جای دیگه، میگم دو سه پله از من جلوتر، مجبورم هم به سوال شما هم پاسخ بدم. چقدر وقت داریم ما؟ چون تقریبا یک رو کمتر از 20 دقیقه حالا فرصت داریم من، پس انشاءالله مجبور. ببینید تواقیت دنیا، تواقیت دنیا تمام تلاششون اینه که مردم رو در جهل نگه دارن. اگر مردم دانا بشن زیر بار هیچ طاغوتی نمیرن. و لذا یکی از کارهایی که تواقیت وقتی بر مسند مینشینند دارند، دشمنی با علم، دشمنی با داناییه. شما ببینید بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون کودتایی که شد، اولین قانونی که تصویب میشه نقل، نوشتن. خوب دقت کنید، نوشتن، نقل. اول میگن نوشتن حدیث ممنوع، بعد میگن نقلشم ممنوع. ببین باب علم. لذا ما نسبت به آقا سید الشهدا
در 40 که دیگه 40 چون ما معتقدیم 40 نه من معتقدم همه 40 یعنی بلوغ از علائم مؤمن هست 40 حالا غیر از اون اصلا 40 خود 40 کلمه 40 یعنی به. بلوغ به. 40 انسان در 40 سالگی کامل میشه عقل از نظر عقلی به بلوغ فکری میرسه لذا شما دیگه بعد 40 سالگی همه عقول عالم هم بریزی تو کله یه نفر دیگه فایده نداره هر چه چند تا 40 سالگی باید رشد عقلی داشته باشه 40 خب موقع در زیارت 40 امام حسین علیه السلام که ما میگیم بلوغ نهضت امام حسین چون در زیارت 40 دیگه یزیدی که روز عاشورا بعد از عاشورا مستانه قهقه میزد که لعبت حق شمو بالملک فلا اما تا 40 جوری شد که خودش گفت دیگه خدا لعنت کنه عبیدالله رو من که راضی به کشتن امام حسین نبودم بعد اون شما حساب بکن روز عاشورا تو این تو همین منطقه تو همین همینجا تو همین چند صد متر تو همین چند ده متر بچه های پیغمبر هر چی داد می زدن یکی به صداشون جواب نمی داد الله. اما 40 با عزت برگشتن اینجا لذا در زیارت 40 امام حسین داریم بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیات الله میگیم خدا این آقا این سید و شهدا خونش رو داد تا بندگان تو از جهالت بیرون بیان خب حالا اما این که فرمودید علم کدوم علم ببینید یه حدیثی از امام هفتم علیه السلام از دیگر ائمه هم نقل شده که وجد تو علم الناس کله فی 4 همه علوم دنیا رو من در 4 تا علم یافتم اولها ان تعرف ربک و ثانیا ان تعرف ما صنع بک و ثالثا ان تعرف ما اراد منک و رابعا ان تعرف ما یخرجک من دینک همه علوم دنیا رو آقا امام هفتم فرمود من در 4 علم یافتم اول پیغمبرم این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده به یه نحوه دیگه اولیش اینی که همه علوم دنیا خدا رو بشناسی علم خدا شناسی دوم علم خود شناسی سوم علم هدف شناسی چهارم علم دشمن شناسی این 4 تا علم سوال آقا پس این علم طب و ریاضی و اینا بعضی ها یه شراح من دیدم جوابی دادن بعضی ها میگن اون علوم در دل این علم ها خوابیده مثلا علم طب در خودشناسی انسان خودش رو دستگاه بدن بشناس خودت رو علم طب هم خوابیده داری یا علوم دیگر مثلا نجوم در خداشناسی وقتی میشناسی بری این نظم جهان اینها رو همه اینا ریاضیات اینا همه یا بعضی ها یه نظری دیگه ای دارم بعضی از شراح و بزرگان میفرمان علم به معنای علم این 4 علم بقیه به عنوان فضل اونی که انسان رو از نظر اعتقادی لذا جناب آقای بزرگان میاد دقت کنید ما حرفمون اینه درسته علم خیلی کمک میکنه به ما علم همین که شما میفرمایید علم فیزیک و شیمی و نمیدونم اینا همه اینا درسته کمک میکنه اما تو طوفانها تو اون گردبادها ببینید انقدر ما علم اهمیت داره انقدر علم اهمیت داره که رئیس المحدثین مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقام الشریف میفرماد در شب قدر ما دیگه شب قدر میفرماد شب قدر خودش رو با 3 قسمت میکنن اون ثلث آخر شب با فضیلت ترین ایام لحظات ساله
اون مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقام الشریف میفرماد بهترین کار، با فضیلت ترین کار در این ثلث آخر شب، چه با فضیلت ترین ساعات آموختن علم. یا الله یا الله گفتن نیست، آموزش علم، بری دنبال علم و دانش. بله. اون ثلث. اصلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابر مشهور وقتی که مبعوث میشه اولین آیه‌ای که بر او گفته میشه و نازل میشه اقرأ. از خواندن، الذی علم بالقلم، خواندن، قلم، تعلم، تعلیم، معلم، اولین سوره، اولین حرفایی که بر پیغمبر نازل میشه الذی علم بالقلم، علم، صحبت از علم و معلم و قلم و دانش و ایناست. یعنی برنامه مرحوم شهید ثانی علیه الرحمه میفرماد اعلی الله مقام الشریف میفرماد، یعنی برنامه 23 ساله پیغمبر رو تو این آیات خداوند بهش، یعنی برنامه 23 ساله تو تعلیم و تعلمه. اینا رو چون اون چه باعث میشه تواقیت عالم بر گرده مردم سوار بشن و از گردهشون پیاده نشن و بهره کشی بکنن، جهل و بیسوادی و نادانیه. بله. و لذا بدونید هر جایی شما ببینید دارن با علم مخالفت میکنن، یعنی کاری میکنن علمو دارن بی ارزشش میکنن، بدونید میخوان بر گرده مردم سوار بشن. دقیقاً. یعنی مردم در جهل باشن، در جهل. اون موقع در جهل که بود، جاهل میشه به تعبیر امیرالمومنین، یا مفرط میشه یا مفرط، یا افرادکار میشه یا تفریدکار. یعنی یه جایی گفت ببینید، والا دین ما، دستورات ما، این شاعر اومده دستورات دین ما رو در این یه خدشه، رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این هم دین ما دین اعتداله. اما خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان میگفتش که به طلبه ها وقتی مستن بیان تو حوزه، میگفتش که شما سعی کنید طلبه پخته بشید نه طلبه داغ. یعنی چی؟ گواخه ببینید، هر داغی زود سرد میشه اما هیچ پخته ای خام نمیشه. احسنت. داغ، شما یه آهن رو داغش میکنی زود سرد میشه، یعنی بعدش یه لیوان آب بدی سرد میشه. یعنی اونی که تا دیروز گردن کش آی میزنم میکشم چه میکنم فلان میکنم، مثلا بعد فرد یکی میبینتش میاد مثلا یه 5 میلیون پول میذاره بیخه، تموم میشه. این آب سردشه، تموم میشه، جاهل دیگه. اما اونی که پخته است، ابوذر غفاری پخته است، رضوان الله تعالی فرمود در شبی که 3 روز بود، 3 شبانه روز بود، بچه‌هاش هیچی نخورده بودن، گرسنه بودن، 200 دینار طلا، 200 مثقال طلا. عزیزان بشینید حساب کنید 200 مثقال طلا چقدر میشه امروز به پول امروز. فرستاد در خونش خلیفه سوم که بیا قبول کن. ابوذر رد کرد. 3 شبانه روز بچه‌هاش گرسنه بودن. حالا از علم آقای بزرگان، من میخوام برسم به این، خیلی چیز دارم
خورده استرس دارم، ترسم بمونه همه حرفم بمونه. طبعا 10 دقیقه تا پایان فرصت دارم. خب خب، ما میگیم علم یکی از عوامل کنترل انسان. دینم میگه، اصلا دین ما ارزش علم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن، دیدن یه عده نشستن این طرف دارن نماز میخونن، یه عده اون طرف نشستن دارن عرضم به حضور شما مثلا یه کاری دیگه میکنن، دارن ذکر میگن، یه عده اون طرف نشستن دارن، یه عده اینجا یه جلسه علمی. پیغمبر همه رو رد کرد، اومد تو این جلسه علمی نشست، تو این گرد اینها نشست که دنبال آموزش علم باشه. یعنی چی؟ علم دا آموختن، دانش برا من از هر چیزی ارزشش بیشتره. بدانید، بدانید، دنبال دانستن باشید، دنبال دانستن و آگاهی باشید. اما حالا سوال، آیا این علم در همه طوفان، در اون طوفان ها میتونه جلو ما رو بگیره؟ در اون طوفان های سهمگین خب میاد یه میلیارد دلار بهت میدم، یه ویروس بذار پخش کن تو عالم. خب اینو کی آقا اینو که زید بی سواد یا امر بی سواد که نمیتونه انجام بده. بله. اینو فلان دانشمندی که عمری تو آزمایشگاه بوده اون میتونه انجام بده. بمب اتم رو کی درست کرده؟ ها؟ بی سواد درست کرده؟ بله. یا عالم درست کرده؟ یه دانشمند درست کرده دیگه. خب الان همین ویروس کرونایی که امروز الان 2 ساله اومدن، حالا چه گرفتاری هایی تو این عالم ایجاد شده. این ویروس کرونا رو یه مثلا آدمی که بی سواد بوده اون درست ایجادش کرد، فرستاد بین مردم و اینجوری شد این بلا به سر مردم اومده که هزاران صدها هزار انسان کشته شدن. چی کرد این کارو؟ ببین اون موقع بعد این اون وقتی سرمایه دار نشسته اونجا، فلان سرمایه داری که حالا ما اسم نمیخوایم ببریم که خودشون دارن میگن امروز دیگه توی همه فضای مجازی توی محافل، فلان سرمایه دار گفته آقا مثلا ما باید انقدر از جمعیت زمین کم بکنیم. خب فلان سرمایه دار میاد 10 میلیارد دلار به فلان آقای دانشمند میده، میگه همچی ویروسی بساز. بعد اولش هم داروش هم خودت، حالا واکسنش هم از همین حالا اول فکرشو بکن، منتها به این زودی نیست که ما واکسنشو مثلا تا چیز شد بیام سری واکسنشو بدیم. نه، اول یه هول و ترس ایجاد میکنیم، میزنیم بذار بکشه این ویروس، پخش بشه بکشه، یه خورده قتل عام بشه، نابود بشن، بعدن یه سالی که دیگه مردم وحشت کردن حالا پول بگیریم واکسن بفروشیم. پناه بر خدا. خب کی میکنه این کارو؟ من آدم مثلا که درس نخونده میتونه این کارو بکنه؟ مطمئنا نه. پس با این که علم عامل شریفی است در کنترل انسان، اما در طوفان ها کفایت نمی کنه. قدرتی نداره. ما باید دنبال عوامل دیگه هم باشیم در کنار، یک عامل دیگه باشیم در کنار این علم. ما یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم، این عواملی که گفتم، وجدان، تربیت، قانون، همه اینا، همه اینا تا یه حدی کار میکنن، تا یه حدی میرسن جواب میدن. درست. اما بیشتر از اون دیگه جواب نمیدن. در اون طوفان‌ها طوفان‌ها رو حالا انشالله میرسیم بعد از اینکه همه این عوامل بعد از اینکه همه اینا رو بررسی کردیم، رسیدیم به اونجا، اونجا میگیم که اون موقع است که اون کسی که همه جا دست میگیره
اون کسی که فلان گوشه ی عالم هستی گیر افتادی، چون تو یه صدا میزنی یا ابا صالح المرج. یا بقیت الله، یه صدا میزنی یا ابا عبدالله الحسین. نمیدونم مرحوم اشقبد الزهرا کعبی خدا را به خدا الان اومد این بزرگوار باید اینجا انگار دو سه دقیقه در قسمت بود که یادش استفاده بشه. مرحوم اشقبد الزهرا کعبی، این خطیب بزرگوار، این انسان واقعا خود ساخته، این منبری و منبری خالص، سخنران خالص، ذاکر خالص ابا عبدالله. ایشون میگفت یه داستانی خیلی مفصل که گفت یه مهندسی تو همین بغداد منو دعوت کرد برای منبر روز تاسوعا. وقتی رفتم گفت برای من گفتش که روزه، با اینکه از شیعیان نبود، به من گفت روزه از زهرا رو بخون. بهش گفتم میدونستم اون جمع هم میشناختم اینا شیعه، گفتم نمیشه اینجا روزه از زهرا رو بخونم. گفت نه بخون فلانی، میخوام روزه پهلوی شکسته رو بخونی. هی گفتم بابا نمیشه فلانی، گفت میخوام روزه بازوی ورم کرده رو بخونی. گفتم نمیشه، گفت میخوام مصیبت سیلی رو بخونی. گفتم چیه؟ گفت فلانی من بچم، هم میشنای مهندس رو میشناختن، میگو بچم سکه خورده بود تو گلوش گیر کرده بود، همه دکترای عراق جوابم کردم، بردم لندن اونجا هم جوابم کردم، فقط یه لحظه دیگه گفتن ما عمل میکنیم، اطبا بردن گفتن آقا ما عمل میکنیم تو لندن، مونتا گفتن که ما 99% این بچه رفتنی ها عمل بکنیم، 1% حالا اونم شاید. میگو بردن، فقط انقدر من تو اتاق انتظار نشسته بودم یه لحظه یادم اومد شیعیان وقتی گرفتار میشن میگن یا فاطمه زهرا، میرن در خونه زهرا صدا زدم یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا. یه وقت دیدم در اتاق عمل بعد 2-3 دقیقه باز شد، دکترا پرستارا ریختن بیرون فلانی. اونا مسیحی بودن، به من گفتن به عیسی مسیح متوسل شدی؟ چی شد؟ حالا من دارم میگم چی شد، اونا هی دارن گریه میکنن و میگن به عیسی مسیح متوسل، به کی متوسل؟ گفتم چی؟ گفت چی، ما بچه رو میخواستیم عمل بکنیم، آماده بودیم که دیگه بیوش یهو بچه بلند شد یه صرفه کرد سکل گریش. الله اکبر. حاشا از اینکه اهل بیت اسمت و طهارت دست شیعیان رو نگیرن، اونها که لطفشون غریبه ها رو شامل حالشون شده، انشالله که با شیعیانشون دستشون رو میگیرن و هیچگاه اونها رو رها نمیکنن. حاجی سلطانی خیلی ممنون و متشکرم، امشب خیلی استفاده کردیم، مطالب بسیار ارزنده ای رو با دستبندی مرتب و مفصل انشالله تصمیم داریم یک سفری بریم به اعماق وجود انسان ها و در حقیقت اون درونمایه انسان ها رو کنکاش بکنیم و همطور که فرمودید اون اسلحه نهایی و قدرتمندی که میتونه در مقابل تمامی امیال ناپسند و نامناسب بایسته و انسان رو به اون مرحله عظمت و والا مقامی برسونه انشاءالله راجبون صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من به خاطر که وقت برنامه تموم شده از شما خداحافظی بکنم و شما ادامه درست رو فرد شب مخواهیم بکنم. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، خیلی ممنون از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. وقت برنامه پایان رسیده و فقط میتونم بگم هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا علی. هر میزنه شبونه